آنتونی بلینکن امروز پنجشنبه پس از دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف در ژنو سوئیس در کنفرانس خبری گفت علاوه بر مسئله روز، یعنی تجمع سربازان روس در امتداد مرز اوکراین، درباره نگرانی مشترک دو کشور یعنی برنامه اتمی ایران نیز صحبت کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در کنفرانس جداگانه‌ای بار دیگر با پیش کشیدن درخواست‌های مسکو که تحت عنوان تضمین‌های امنیتی به آمریکا و غرب ارائه شدند، خواستار دریافت پاسخ کتبی از سوی واشنگتن شد و تأکید کرد کرملین بنا ندارد به اوکراین حمله نظامی کند. در همین رابطه همکارم فرهاد پولادی که این سفر رو پیگیری کرده با ماست. فرهاد، درود بر تو. آقای بلینکن درباره مذاکرات احیای برجام مشخصا چه گفت؟ بله، آقای بلینکن دیپلمات ارشد کابینه پرزیدنت بایدن در بخش ابتداییش که توضیحاتی داشت میداد که از ماحصل دیدارش با آقای لاوروف به مسئله اشتراک منافع یا اشتراکی که دارن برای حل کردن این مسئله، یعنی برجام، صحبت کرد و این توضیحات را ارائه کرد. من این فرصت را داشتم تا درباره ایران به عنوان نمونه ای از چگونگی همکاری ایالات متحده و روسیه در مورد مسائل امنیتی با یکدیگر بحث کنم. مذاکرات با ایران در مورد پایبندی متقابل به برجام به لحظه تعیین کننده رسیده است. اگر توافق حاصل نشود، طی چند هفته آینده پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بازگشت برجام را غیر ممکن خواهد کرد. اما در حال حاضر هنوز دریچه‌ای برای به نتیجه رسیدن موفقیت آمیز آن مذاکرات و رسیدگی به نگرانی‌های باقی مانده همه طرف‌ها وجود دارد. خب این صحبت‌های آقای بلینکن بودش که هم نوید احتمالی توافق رو داشت توضیح میداد و هم این هشدار به جمهوری اسلامی. اما چون به مسئله روسیه اشاره کرده بود و نظر حضور روسیه در این مذاکرات، خبرنگاری از آقای بلینکن پرسید که به طور مشخص از روسیه چه خواسته که و چه اهرمی را از روسیه خواسته استفاده کنه برای متقاعد کردن ایران. باید بگویم که روسیه با ما در مورد فوریت دستیابی به توافق اشتراک نظر دارد، یعنی نیاز و ضرورت این که آیا می توانیم در هفته‌های آینده به توافق متقابل برگردیم یا نه، و امیدواریم که روسیه از نفوذی که دارد، روابطی که با ایران دارد استفاده کند تا فوریت مسئله را به ایران متذکر شود، و اینکه اگر ایران قادر به انجام تعهداتش نباشد برای مقابله با خطر ناشی از برنامه هسته‌ای تجدید شده ایران، برنامه‌ای که با توافق پیشین در جعبه قرار داده شده بود، ما مسیر متفاوتی را پیگیری خواهیم کرد. متاسفانه در نتیجه خروج ما از توافق، برنامه اتمی ایران از آن جعبه بیرون آمده است. ایران هم اکنون برنامه خطرناکی را شروع کرده است. فرد، آقای بلینکن در مورد اوکراین محور صحبت‌هاشون چی بود؟ بله، خب مسئله روز بودش و دیدار دو وزیر خارجه کل محور اوکراین بودش. به دو قسمت میشه صحبت‌های آقای بلینکن رو تقسیم کرد. یکی اینی که ادامه مذاکرات یا ادامه مسیر دیپلماتیک برای پاسخگویی به نگرانی‌های دو طرف، یعنی نگرانی‌های آمریکا و غرب و همچنین نگرانی‌های روسیه، و گفتش که هفته آینده آمریکا پاسخ کتبی به اون درخواست‌های روسیه خواهد داد. و همچنین هشدار بود. هشدار آقای بلینکن به اونم میشه به دو قسمت تقسیم کرد. اینی که اگر ارتش روسیه وارد مرزهای بین‌المللی اوکراین بشه، حتما پاسخ سریع، پاسخ گسترده و پاسخ هماهنگ جهان غرب به ویژه ناتو رو دریافت خواهد کرد. و اما اگر خواسته باشه از تاکتیک‌های دیگه استفاده کنه، مانند حملات سایبری و یا استفاده از حالا به نوعی گروه‌های نیابتی یا گروه‌هایی که تحت بدون پرچم در اوکراین ممکنه اقداماتی رو به نفع روسیه انجام بدن، گفت اون هم بی پاسخ نخواهد بود و پاسخ آمریکا و جهان غرب و به ویژه ناتو رو دریافت خواهد کرد. سمت دیگه ماجرا، آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه چه ارزیابی از این گفتگوها ارائه کرد؟ خب روسیه به نظر میرسه که موضعش بر پای موضعش استوار ایستاده و اونی که جواب مکتوب از آمریکا میخواد برای درخواست‌ها یا همون تضمین‌های امنیتیش. خب اون تضمین‌های امنیتی چی هستش؟ میخوان که اوکراین اولا به عضویت ناتو در نیاد و حتی کشورهایی که به عضویت ناتو در آمدن و در مرز روسیه قرار دارن، اونها هم
اقداماتی علیه روسیه انجام ندن و ناتو حضورش کاهش داشته باشه. این صحبت ها هم داشت آقای لاوروف. من از او بار دیگر درباره چگونگی اجرای تعهد آمریکا که در اجلاس مشترک ما با سازمان امنیت و همکاری اروپا از او سوال کردم، یعنی در مورد عدم تقویت توان امنیتی هر کشوری به بهای امنیت دیگران، و بلینکن قول داد توضیح دهد که ایالات متحده چگونه اجرای این تعهد خود را پیش خواهد برد. من گفتم که این پایان گفتگوهای ما نیست، همانطور که آنتونی بلینکن چند بار تأکید کرد هفته آینده یک پاسخ کتبی دریافت خواهیم کرد. سپاسگزارم. فرهاد پولادی اینجا در استودیو با ما.